محکومیت بین المللی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به خاطر در نوردیدن مرزهای اعدام و شکنجه و جنایات ضد بشری از سوی گزارشگران ملل متحد و جامعه جهانی. هشدار دبیرکل ملل متحد در مورد شکست دعاوی مدل نمایی رژیم و افزایش اعدام‌های فزاینده در دوره آخوند روحانی. اعلام خطر و هشدار از سوی 4 گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها، شکنجه و خشونت علیه زنان. 12 مارس 2014. گزارشگران و متخصصان حقوق بشر: 176 اعدام تنها در سال 2014 و ادعاهای وقیحانه مقامات رسمی رژیم ایران مبنی بر اینکه اعدام یک خدمت بزرگ به بشریت است برای جامعه جهانی شوکه کننده است. گزارشگران شامل احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، کریستوف هینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های خودسرانه و صحرایی و فراقضایی، راشیدا مانیو، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و عواقب آن، خوان ای مندز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های وحشیانه، غیر انسانی و اهانت آمیز. ژنو، گزارشگران ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اعدام‌های صحرایی، شکنجه و خشونت علیه زنان اعلام خطر کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حول وضعیت حقوق بشر در رژیم ایران، با ابراز نگرانی در مورد نبودن یک پروسه قانونی و تضمین‌های یک محاکمه عادلانه بر ضرورت تعلیق فوری مجازات مرد در ایران تأکید کرد. گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، صحرایی یا خودسرانه، کریستوف هینز گفت: با وجود سوال‌های جدی درباره استانداردهای یک محاکمه عادلانه، رژیم ایران به اعدام افراد با سرعت وحشتناکی ادامه می‌دهد. طبق گزارش‌ها در یک روند فزاینده ثابت از تابستان 2013 حداقل 176 نفر تنها در سال 2014 در ایران به دار آویخته شده‌اند. خوان ای مندز، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز افزود: بی‌رحمی این اعدام در این است که اعتراف به زور به دست آمده و به طور خاص غیر عادلانه است. متخصصین ملل متحد یک بار دیگر از رژیم ایران می خواهند که به فراخوان‌های جامعه بین المللی برای اعلام موفق کردن اعدام‌ها توجه کند. آنها از ادامه افزایش اعدام‌ها و نیز بیانات اخیر مقامات رژیم ایران که ادعا می کنند اعدام‌های صورت گرفته تا به امروز یک خدمت بزرگ به بشریت است شوکه شدند. قبلا در 21 ژانویه 2014 گزارشگران ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام‌های صحرایی از رژیم ایران خواستند تا با توجه به اخبار اخیر افزایش حلق‌آویزها و نیز نگرانی‌ها حول اعمال و ادامه به کارگیری اعدام برای جنایاتی که طبق استاندارد جدی‌ترین جرائم مطابق قانون بین الملل نیستند، به سرعت اعدام‌ها را محدود کند. در گزارش‌های متخصصان و گزارشگران ملل متحد آمده است اعدام‌های فزاینده در ایران شامل به دار آویختن یک زن جوان در زندان اصفهان در 4 مارس 2014 است که به وی اجازه دادگاه تجدید نظر و دفاع داده نشد. فرزانه مرادی که مجبور به ازدواج در سن 15 سالگی شده بود در تاریخ 4 مارس 2014 در زندان اصفهان بعد از اینکه برای قتل شوهرش محاکمه شد به دار آویخته شد. وی در واقع 6 سال پیش به قتل اعتراف کرده بود، ولی بعد توضیح داد که این قتل توسط یک مرد انجام شده
که وی را متقاعد کرد که به جرم اعتراف کند، با این اقناع که یک مادر جوان اعدام نخواهد شد. راشید آمانیو، گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و دلایل و عواقب آن، گفت خانم مرادی قبل از اینکه اعدام شود خود یک قربانی بود. وی یک زن کم سن و سال بود که به واسطه موانع قانونی در ایران نتوانسته بود از ازدواج خودداری کند و به نظر می رسد که وی بار دیگر قربانی نظامی شده است که این بار با جان خود بهای آن را پرداخت. همزمان با هشدار گزارشگران ویژه و متخصصان حقوق بشر ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل نیز با هشدار نسبت به موج فزاینده اعدام‌ها بر شکست دعاوی مدل نمایی رژیم تأکید کرده. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشت استفاده گسترده از اعدام ادامه دارد. وی خواستار آزادی فعالین، حقوقدانان، خبرنگاران و همچنین زندانی‌های سیاسی شد. وی افزود دولت جدید هیچ پیشرفتی را در امور حفاظت حقوق بشر و حق بیان نداشته و به رغم انتظارات اولیه، روحانی با جناح رقیب تفاوتی ندارد. به گزارش رویتر، بانکیمون در گزارش خود گفت حسن روحانی به رغم وعده‌هایش برای آزادی و ایجاد آزادی بیان شکست خورده است. از زمان به قدرت رسیدن روحانی یک رشد شدید در اعدام‌ها در ایران مشاهده می‌شود. دولت آلمان نیز سیاست‌های روحانی را ادامه سیاست‌های قبلی رژیم در زمینه سرکوب و نقض حقوق بشر دانست. مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان گفت با روی کار آمدن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته است. کریستوف اشترسر در مصاحبه با رادیو آلمان گفت با وجود وعده‌هایی که حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر داده بود، در این حوزه عملاً تغییری حاصل نشده است. مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان در این مصاحبه تأکید کرد فشار بر رژیم ایران برای رعایت حقوق بشر باید بیشتر شود. در هشدار دیگر، جوردی شوکلا، رئیس گروه لیبرال دموکرات مجمع پارلمانی شورای اروپا و نایب رئیس لیبرال بین الملل، نسبت به روند فزاینده اعدام‌ها در ایران اعلام خطر کرده. وی طی بیانیه‌ای گفت سابقه 7 ماهه رژیم ایران بعد از روی کار آمدن روحانی برخلاف انتظارات بزرگی که غرب داشت، یک مسیر کاملا عکس در افزایش نقض حقوق بشر در ایران را نشان داده است. حداقل 625 نفر در سال 2013 در ایران اعدام شدند که در 10 سال گذشته یک رکورد است. اکثر اعدام‌ها بعد از روی کار آمدن روحانی صورت گرفتند. بسیاری از اعدام‌ها در ملأ عام بوده است. از جمله صحنه شوکه کننده اعدام یک مرد جوان که درخواست می‌کرد برای آخرین بار قبل از اعدام مادرش را ببیند، ولی جلادان درخواست او را رد کردند و او را به دار کشیدند. مولا بابا 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 مولا بابا